Du baust mal bei uns Kirche und auch alles dort genommen. تلقی مک شدن با اسکیل ما مستاد نمیشه سلام عید شما مبارکم وطنا عید قربان از صمیم قلب و تمام وطندارای مجزانی که امی لحظه شام آرزو را میبینن مبارک باد میگم و بسیار مانده شدم چونان اسکارتی سه تا شهر نو مجید مال آمدیم تا بریم به ترکش یک برنامه دیدنی و جذاب با شما ضبط کنیم و تقدیم کنیم ما همراه خود یک سیر کچالو خریدم نگفتید کچالو را چی میکنی؟ این کچالو را یک مهمان دارم و باید به مهمانم گفتن که ایدی بیاری یا یک تحفه اید بیاری دیگر گشتم دیدم نظر خواستم از رفیقایم گفته کچالو بهترین تحفه است در این فصل من هم کچالو آوردم بیا تو بچه یکیم بایسکل ما خواه پارکو ها خیر ببینی تشکر با خیر باشی بیاین دوستا که ما شما بریم به طرف برنامه السلام علیکم ایام شریف عیدت مبارک شما مبارک باشه ساعت خوب نام خدا این شمشیر براستی؟ کیره بزن ما هیچ آدم زدن نیستم نمیخوایم کسی را بزنم عید شما داشت. مبارک باشه عید شما مبارک باشد جور آرام باشی سلامت باشه کل ترکش یک طرف همی خودت دیگر طرف بسیار آدم خوبی هستی قربان خوشا آنان که بر حق آشنایند مطیع ما از فرمان خدایند چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند سلام مجدد دوستا حال زمانش فرا رسید تا مهمان خود را بخواهیم و چند لحظه حداقل یک ساعت گفتمان داشته باشیم قصه های جالبی دی و همچنان موضوعاتی که تا حال شما نشنیدین ده ماه میشه که مهمان ما از تصویر دور است اصلا شما ندیدین مطمئنن که ببینین مشناسینشان مهمان ما است جناب آقای شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد فرهنگی در نظام پیشین در او غایتا مشاور بودن یادشان بخیر جناب مرتضوی صاحب خیلی خوش آمدین بفرمایید السلام علیکم سلام شریف عید شما مبارک خوب هستین بخیر هستین بفرمایید بفرمایید خسته نباشین تشکر از اینکه وقت دادید آمدین به برنامه تشکر خیلی خوشحال هستم بعد از مدت ها دیدم تا بسیار تشکر از فرصت خوبی که شما و همکاران شما و تلویزیون محترم آرزو فراهم کردن با استفاده از فرصت میخوایم که عید سعید قربان خدمت تمام مسلمانان و خصوصا هموطنان عزیز تبریک عرض کنم امیدوارم که روزها و هفته ها و لحظه های سرشار از خوشی و شادمانی را داشته باشد و عید همدلی و همپذیری باشد در کنارش رویدادهایی که روزهای قبل هفته های گذشته سیلاب و زلزله بود ایران میخواییم که یک بار دیگر ابراز همدردی و همشرکی کنیم و هر هموطن ما که میتواند در عید دستیاری داشته باشد به تمام هموطنان ما که مستحق همکاری هستند امیدوارم که او را هم دریغ نکنند بالکل من رو شما موافق هستم من سه دست سوال دارم سوال های شخصی، سوال های عمومی و سوال های کوتاه انتخاب به دست شما اولین مهمان هستین که میخوایم که انتخاب شما داشته باشه تا از کدام دست سوال ها آغاز کنیم جناب مرتضوی صاحب همه فرمان به دست شماست میخوای قرق بکشی میخوای که شما انتخاب کنید لطف کردید بیاین از سوالات عمومی آغاز میکنیم بعد آیستا آیستا میریم به طرف سوالات ایدی و شخصی شما در روز نخست سقوط کابل کجا بودید و مصروف چه کار بودین؟ خب در 24 اسد روز یک شنبه بود و من مثل هر روز دیگه خواستم به دفتر کاریم برم ولی یک روز وقتی من به شهر نگاه کردم احساس کردم که وضعیت شهر به هم ریخته است و مردم هم به یک شکل سراسیمه و نگران در خیابان ها به مسیرهای نامعلوم در حرکت بودن برحال ما ساعت 11 امروز
به دفتر کار ما رسیدم به خاطر ازدحامی که در مسیر راه بود. اون روز یک روز بسیار پر ازدحام بود در خیابان ها و در دفتر احساس کردم که وضعیت حالت عادی نیست دیگه، یعنی همه چیز به شکل از کنترل خارج است. و من دوباره برگشتم. زمانی که من برگشتم به طرف غرب کابل به چک پوینت های طالبان رسیدیم و از این چک پوینت ها عبور کردیم. یعنی شما اصلا قبلا خبر نداشتید که وضعیت این گونه خواهد شد؟ یک تحلیل پیش خود نزد خود نداشتید؟ خب افراد نزدیک برای جمهور بودید. خب این وضعیت ولایت های زیاد سقوط کرده بود، یعنی وضعیت قابل پیش بینی بود که ما در آستانه یک تحول بزرگ سیاسی و امنیتی هستیم. اما بیشتر تاکید برای بود که اگر همه 33 ولایت کشور سقوط کنه، در کابل احتمال داره که بر اساس یک توافق همه پروسه انتقال پیدا کنه. اما این فرصت به دلایل مختلف فراهم نشد و روز یک شنبه پایان روز جمهوریت بود. ورود نیروهای امارت اسلامی که شما در غرب کابل هم راشون سر خوردید، صادقانه چقدر ضربان قلبتان را تکان داد؟ میخوایم بدانم ترسیده بودید از این که بازداشت نشد و یا هم خدای نخواسته کشته نشد؟ خب همه مردم در یک سراسیمگی، در یک نگرانی و یک تشویش عمومی بود، به خاطر که یعنی این حضور بر اساس یک پروسه مسالمت آمیز انتقال صورت نمی گرفت دیگه. جنگ شده بود، 33 ولایت سقوط کرده بود و کابل هم در آستانه سقوط بود و شما تمام هموطنان ما که روز در سطح شهر می دیدیم که به مسیرهای نامعلوم در حرکت بودن، در سیمای همه تشویش محسوس بود. ولی ما تصمیم گرفته بودیم که در وطن بمانیم و از لحاظ ذهنی گرفته بودید یا در طیاره جای نبود؟ نه ما اصلا به سمت میدان هوایی نرفتیم. نه در طیاره که رئیس صاحب جمهور نه ما او ساعت ها اصلا در ارگ نبودیم، یعنی ما ساعت 11 آمدیم به طرف خانه، چون مسیر بسیار رابندان بود. ما ناوقت به سمت غرب کابل رسیدم. ولی منظور ما این بود که نه اصلا کدام مراسم عروسی نبود که همه برن. خب باید چون رفتن. خب هر کس برای رفتن یا ماندن برای خود حق انتخاب داشتن که ما باید بمانیم یا برویم و به تصمیم همه میشه احترام گذاشت. البته مردم حق قضاوت داره. من تصمیم شخصی خودم برامی بود که در وطن میمانم و از لحاظ ذهنی آمادگی هر نوع اتفاق را هم داشتم، به خاطر که حداقل در 72 ساعت اول که امکان داشت نیروهای خودسر، نیروهای که در کنترل امارت اسلامی نباشد و حتی سارقین مسلحی که در به هدف سوء استفاده میتونست وارد شهر شود، هر اتفاقی امکان داشت برای هر هموطن ما بیفته که در برخی نواحی شهر اتفاقات هم افتاده بود. اما به هر حال هم میتونه یک ریسک باشد و هم میتونه اعتماد به مردم و به وطن باشد. به هر حال نظام ها میره، شخصیت ها میره، ولی مردم و وطن هست. مردم و وطن از جای خود تکان نمیخره، بسیار ریشه های قوی داره. بالکل. و در کنارش شجاعت فرد هم نشان میده و شجاعت بودن در کنار مردم در اون شرایط. نگفتید که در دما کجا بودید؟ اکثرا دوستا در مورد شما در سوشل میدیا نوشته میکردن که گویا مرتضوی صاحبم در جمع کسایی که از افغانستان به اصطلاح که اونا کار بردن فرار کرد. شما خود نکردین فرار؟ بله، در کنار بله. باسه نمی لحظه با ما یا باور ندارید دوستا؟ باور کنید مرتضوی صاحب می لحظه در کنار ما هست. بله. خب آه فوتوشاپ نیستین، ما خودم هستم. فوتوشاپ نیست. خودم هستم. خب بله، هر کس اما تبصره ها و تحلیل های خود داشتن. تصور خیلی هم همی بودد تا به من پیام می دادن که می گفتم در کابل هستم، در وطن هستم، باور نمی کردن. به هر حال من 10 ماه که امروز همراه شما صحبت میکنم، بیشتر از 10 ماه هست در کابل بودم، جایی نرفتم و یک فرصت برای ما پیش آمد که بیشتر کتاب بخونم، خصوصا کتاب تاریخ و خاطرات شخصیت های سیاسی.
و تلاش کردم که برگردم حداقل به 100 سال تاریخ افغانستان که چرا مردم افغانستان حداقل حد اوسط هر 10 سال یک انقطاع نظام تجربه میکنه، در کشورهای دیگه رئیس جمهور تغییر میکنه، صدر اعظم تغییر میکنه، پارلمان، ولی در اینجا نظام ها سقوط میکنه و بسیار پیامدهای سنگین برای مردم افغانستان داشته. برای نمونه شامن الله خان 100 سال پیش میخواست همین قطار و خط آهن به افغانستان بیاره به حیث یک نوآوری، ولی هنوز همین قطار به مستمنزل مقصود نرسیده. چرا؟ به خاطر که همین تحولات آمد یا پروژه هایی را که داود خان روش کار میکردن یا سایر شخصیت های ما. بنابراین خوب است که ما به یک ثبات بریم، به یک صلح بریم که این قطاع نظام ها نسل های ما را واقعا با مشکلات زیاد مواجه کرده و خود ما شخصا از 47 48 سال عمریم حداقل 43 سالش در جنگ سپری شده، یعنی میراثی که به ما مانده جنگ است و ما نمیخوایم که به اولادای ما جنگ به حیث میراث انتقال بدیم. امیدوارم که صلح بتونیم به فرزندای ما انتقال بسیار عالی. ما یک گلاس چای برتون میریزم. شما ببخشید، خواهش میکنم. جناب متظاهر شما فزارک میبینین اسکای لایت بود چی بود دوستا؟ اونی شما نمیفهم دیگه. خب بیا دریش هم میگم، یک فضای بسیار جذاب و دیدنی، یک فضای آزاد از رستوران ترکش است مجید مال. شما میتونین هموطنا بیاین، تنها به خاطر ضبط برنامه ما نیست، شما میتونین چکر با فامیلتان بین در شبا و روزایی به دور از این در کنار هم دیگر باشین. یگان تماس به رئیس صاحب جمهور پیشین دق شده باشین پشتمو چیغز زدن ها و غال مقالاش زنگ زده باشین که رئیس صاحب بسیار پشت دق شدم، یک زنگ زدم، انشاءالله که خوب خواستی. نه شما رای مقامات فعلا میگه ساحه خارج است. چرا این رقم شد جناب متظاهر صاحب؟ خب تحولات افغانستان باید از ابعاد مختلف باید در نظر بگیریم. ما یک بودش چون بحث ما و شما زیاد بود سیاسی نداره، بله بله، ولی با استفاده از این فرصت میخوایم که اولی که در تاریخ افغانستان این در 100 سال مداخلات کشورها سبب شد که افغانستان به یک ثبات نرسه. ما جنگ های داخلی رو تجربه کردیم، تغییر نظام ها رو تجربه کردیم. بحث دومش اتکا به کشورها هم نتونست افغانستان به یک ثبات برسانه. اگر شوروی آمد یک بخش از مردم ما به شوروی اتکا کردن، اگر اروپا و آمریکا آمدن اتکا به اونا شد و هم افغانستان به ثبات نرسون. بنابراین فهم ما این است که خود افغان ها میتونن با همپذیری، با همکاری، با تعامل سازنده افغانستان از این لحظه های دشوار عبور بدن، ولی در بخش سقوط جمهوریت فهم ما این است که دنیا بعد از توافق بن در صددی نبود که در افغانستان یک حکومت قوی و مقتدر شکل بگیره. نمونهش در آغاز اینا پیارتی ها را در تمام 34 ولایت فعال کردن، اونا به این دولت بدیل کار میکردن و دولت مرکزی صلاحیت به اندازه پیارتی ها را در ولایت نداشتن و بعدش از انتخابات 2009 2014 و 2019 تمام حکومت های ما حکومت های دوسره شد دیگه. یک موتر اگه دو تا موتروان داشته باشه طبیعی است که از سرک منحرف میشه و پیامدش این وضعیت است، سقوط میکنه. بله یقینا. زمانی که کابل سقوط کرد، رئیس جمهور پیشین هم فرار کرد، تعداد رسانه های خارجی گفتن که میلیون ها دلار همراه خود رئیس جمهور پیشین برد، 169 میلیون را آمار داده بودن. بعد سیگار آمد گفت نه برادر را اشتباه میکنین، رئیس جمهور یک افغانی را نبرده، اگر برده اطرافیانش برده، اگر برده محافظش برده، اگر برده مشاور ارشدشان برده. چقدر شما بردید جناب مرتضی؟ خب در فضای مجازی افغانستان شایعات به نهایت زیاد هست، برخی خبرها که نشر میشه یعنی منصفانه نیست، غرض آلود است. در این مورد هم رئیس جمهور سابق افغانستان وضاحت دادن، سیگار هم گزارش رد کردن که یعنی حقیقت نداره. بله. ولی در رابطه با شخص خودم من افتخار دارم از روزی که وارد حکومت شدم فرمه های دارایی هستی، فرمه ها فعلا هم حتما در اداره امور آرشیف هست، در
اداره مبارزه با فساد افغانستان آرشیف است. من تمام دارایی که داشتم که دارایی شامل همی بوت ما و کفش ما و همی کت ما هست و کتاب و قلم ما، اینا رو ما همیشه ثبت کردم و مثل یک معلم و مثل یک کارمند شهرداری ما اتکای ما به معاش بود. و روزی که کابل سقوط کرد تنها 2000 افغانی در جیب ما بود و 3000 هم نزد مادر ما. یعنی من مثل همه هموطنان دیگه زندگی کردم و با افتخار زندگی کردم و در کارنامه ما حال ما آمادگی داریم هر اداره و نهادی که بخواید روی زندگی ما تفتیش کنه ما آمادگی داریم و امیدوارم که هر هموطن ما، یعنی هر کسی که در دولت کار کرده، والی بوده، سفیر بوده، قماندان امنیه بوده، قماندان قول اردو بوده، در هر ارکان دولت بوده، وکیل پارلمان بوده، قاضی بوده، اونا با آمادگی خود داشته باشه که از کجا کرده، از کجا آورده اینه، آیا از معاش است یا از یک مرجع دیگه. بنابراین همه ما مسئولیت داریم، هم در برابر خداوند، هم در برابر مردم که باید پاسخگو باشیم و همه شفافیت باید در زندگی خود نشان بدیم. از صحبت‌های شما در لا و لا مرا به یاد نمیفهم چرا امشب زیاد رئیس صاحب جمهور از بق یاد میکنیم. انشالله حتما رای داده بوده در این خواب. انشالله که شب در خواب ما نیاید. کفش گفتین تنها شما کفش داشتید، رئیس صاحب جمهور هم تنها کفش خود برد. شما موافق هستین که اونا هم تنها با یک کفش رفتن پول نبرد؟ از دیدگاه و نظر شما؟ خب خودشان گفتن که ما با می چپلقا رفتیم. خب کفش هم نبود، چپلقا بودن. آقای غنی در جمع مقامات یک از خصوصیاتش بود که انسان ساده زیست بود، یعنی در زندگی خود زیاد دنبال تجمل و به اصطلاح آمیانش کشفش نبود. این خوب است که بدل به یک فرهنگ باشه. زمامدارای ما نباید زندگیش متفاوت از مردم باشد. به مو شوه که یک معلم ما زندگی میکنه، یک استاد پنتون دانشگاه ما زندگی میکنه، یا هموطنان دیگه ما زندگی میکنه، مسئولین ما هم باید به مو شکل زندگی کنن. بخیر باشید. یک وقفه که بسیار کوتاه میگیریم عزیزم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم. مطمئنن که شما همراه ما هستین و تلویزیون آرزو و شام آرزو را فراموش نکنید. بازم خوش آمدین عزیزم و در ادامه همراه جناب مرتضوی صاحب هستیم. مرتضوی صاحب، شما و آقای انس اقانی چند وقت پیش یک دیدار داشتید و عکسای خود را در صفحات اجتماعی مرتبط به خود تا نشر کردید. بعد این عکسا را هم وطنای ما کاربران سوشل میدیا گرفتند و در صفحات اجتماعی زیاد نشر شد. هر کس دیدگاه و نظر خود داشت. واقعا چرا با آقای انس اقانی شما دیدید و در کل میخواستید چی را ثابت بسازید؟ محتوای دیدارتان چه بود؟ خب آقای انس اقانی عضو کمیسیون تماس است و مسئولیتش هم همین تماس با شخصیت هایی که در خارج است و داخل هستن، اما فرصت دفترشون فراهم کردن که این ملاقات صورت بگیره. یک تجربه خوب بود برای ما. دو فرد یا دو شخصی که در دو جبهه متفاوت بوده گپ زده، قلم زده، صحبت کرده، به حال یک روز با هم میشه. اما اصطلاح میگه کو به کنه میرسه، آدم با آدم میرسه. خب به هر حال چی یک زمان خوبی رسیده. بله دیگه صحبت خیلی خوب بود. هم تأکید آقای حقانی برامی بود که تجربه هایی که در تاریخ افغانستان بوده که همه حذف بوده و کشتار بوده و انتقام بوده، اینا بهش پایان داده شود. چیزی که عفو عمومی که امارت اسلامی اعلان کرده، ما امیدوارم که این در سراسر کشور تحقق پیدا کنه، عملی شود و هیچ هموطن ما احساس نگرانی نکنه. و صحبت ما برامی بود که به هر حال همین چیزی که ما در اولم گفتیم که افغانستان 100 سال است که نظام ها تداوم پیدا نکرده، این قطاع نظام ها سبب شده که افغانستان به توسعه دسترسی پیدا نکنه و حذف و انحصار در تاریخ افغانستان باعث یک تجربه دوباره تکرار نشوه و کمیسیون تماس بتونه همین دروازه را برای همه باز بگذاره تا هیچ هموطن ما در خارج از کشور به خاطر ترس سیاسی و امنیتی آواره و مهاجر نباشه، به خاطر که
مهاجرت خودش یک تجربه بسیار تلخ است. یقینا. مگر ترس ما این است که یکی از بحث‌ها یا محور گفتگو این بوده باشه که گویا شما بازم بخواید مشاور ارشد فرهنگی حکومت فعلی شوید، به منظوری که گفتید ما روز سقوط 2000 افغانی نزد خود داشتم، 3000 افغانی هم در خانه بود و کم خرچی شاید شما را پایتان و طرف دروازه. من اگه برگردم به این مسلک شما برمیگردم، یعنی روزنامه نگاری را، خبرنگاری را، چون اما حرفه اصلی ما و کار ما رو علاقه ما بود، او رو میخواییم ادامه بدیم. من به آقای حقانی امیر گفتم که ماندن ما به معنای این است که ما آتش چوکی داشته باشیم یا طمع چوکی داشته باشیم. هرگز همه هویت ما در همه خاک ماست، ما عشق ما همه وطن ماست و علاقه مندی به وطن هرگز به معنای این است که ما همه چشم طمع به چوکی داشته باشیم. ولی در این وطن اگر ما بتانیم یک سنگ را برداریم که او کمک کنه به می وطن، یا فکر ما یا قلم ما بتاند برای صلح صبا در وطن مفید باشه، دور ما هیچ وقت دریغ نمی کنم. دوستات چی وقتهایی بود؟ یادش بخیر مرتضوی صاحب معاون سخنگوی رئیس جمهور بود و همیشه وقت به رسانه ها می آمدن می گفتن که رئیس جمهور 16 ساعت کار میکنه. یک رئیس جمهور دارین 16 ساعت کار میکنه. واقعا در حکومت کسایی بود که 16 ساعت کار کنه؟ خب در حکومت کسانی بود که 16 ساعت کار میکرد و کسانی هم بود که 16 ساعت استراحت میکرد. چون همی سور و لای برابر نبود. واقعا ما باز نتایجش نمیدیدیم. مثلا ما بارها سفرهای ولایتی داشتیم. وقتی سفر اول رفته بودیم رئیس جمهور به مردم وعده داده بود، با سفر سوم که رفته بودیم باز ما وعده ها عملی نشده بود. چرا؟ چون 16 ساعت خواب کردم. خب چون مسئولیت. او کسی که مسئولیت تعقیب هدایت های رئیس جمهور رو داشت و کسی وزیر، والی و ادارات مربوطه که باید کار تعقیب میکرد و عملی میکرد و کار صورت نگرفته بود، باز هم همه مردم شکایت، اعتراض و همین هم سبب شد که بی‌اعتمادی به یک نحوی شکل بگیره بین مردم و حکومت. بنابراین برداشت ما بود که بین فکر رئیس جمهور، اندیشه های رئیس جمهور گذشته و اما تئوری های حکومتداری که داشت با همکارانش یک فهم مشترک نبود. چرا؟ به خاطر که برخی افرادی در کابینه آمده بود، در ولایت آمده بود که واقعا از سطح دانش یا کفایت لازم برای مدیریت کشور برخوردار نبود، به خاطر متاسفانه که یک توازن شکل نمی گرفت در انجام کارها. بسیار. او غایتا چی غایتا بود دوستا؟ ما حکومت داشتیم به نام حکومت وحدت ملی. حکومت وحدت ملی. سلام سلام. خوب هستی آسیب جان؟ زنده باشی. تشکر رفیق، تشکر از این حکومت وحدت ملی که قصه کردیم. جوس رسید. باز از حکومت خیلی قصه کنیم که یک کیلوز جوس دیگه هم برسه. تشکر آسیب جان. بخیر باشید. لطف کردید. خیلی ممنون. دکتر صاحب عبدالله میگفت منم. محمد اشرف غنی میگفت منم. بالاخره ما نفهمیدیم که کدامش هست. تجربه خوب بود بر ما حکومت وحدت ملی؟ بسیار تجربه خراب. یعنی من باز تعبیر میکنم که اگر یک موتر باش و دو تا موتروان داشته باشد با دو دیدگاه متفاوت که یکیش علاقمند باشد سمت راست بره، یکیش بگه نه ما سمت چپ میریم و بخش زیاد وقت حکومت صرف حاشیه ها شد تا متن و یک بخش وقت حکومت صرف تشریفات میشد. مثلا در 2019 در اوج جنجال های انتخابات وقتی وزیر خارجه آمریکا پمپیو آمده بود به کابل، یاد ماست؟ بله. کل جنجال سر از این بود که آقای غنی در کدام چوکی بشینه، دکتر عبدالله در کدام چوکی بشینه، وزیر خارجه آمریکا در کدام چوکی بشینه، یا مثلا اگه پارلمان افغانستان افتتاح میشد کل روزها بس بر سر می بود که چوکی مقام اول در کجا باش، مقام دوم در کجا باش، یا مثلا سلامخانه ارگ در صف اول 24 تا چوکی جای داشت.
ولی آجندای مهم می بوده دیگه که در کجا میشه یعنی بخش زیاد متاسفانه صرف همین موضوعات حاشیه‌ای میشد، خصوصا موضوعات تشریفات و این حاشیه از متن مهمتر میشد. خود جدا از او که در تقرری ها هم مثلا ما بر سر تقرری لوی سرانوال 1.5 سال وقت گرفت، یا بر سر تقرری رئیس اصلاحات اداری 7 ماه وقت گرفت، یا درباره شما دیدین که کابینه حکومت هیچ وقت یعنی همه اکثر وقت یک بخش زیادش با سرپرست بود. واقعا چرا؟ چون این مشکلات ها وجود داشت، از بودن این مشکلات ها به وجود می آمد و یک تجربه خوب بله از یک خطر بزرگی جلوگیری کرده بود، اما همه سرعت ماشین بسیار کن کرده بود دیگه، یعنی کاری که باید صورت میگیرید به موقع صورت میگرفت متاسفانه. بله آقای نادر نادری که رئیس اصلاحات اداری افغانستان شدن در یک مجلس در یک برنامه گفتن که بالاخره مرا دکتر صاحب عبدالله خوش نمیبینه و نمیخواد، و دکتر صاحب غنی گفته که بزور روانت میکنم، بالاخره بزور روانش کردن. بیاین کم روی خبر خبرنگار صحبت کنیم، روزنامه نگاری و موضوعات دیگه. خبرنگارا مدت ها میشه که از شما گلایه داره جناب مرتضوی صاحب. راستی بیا از این موضوع بگذریم، اگر از این موضوع بگذریم میخوایم بدانم که حاصلات کچولو در بامیان حال چطور است. اگر خبرها رو دیده باش چند روز پیش در اول تابستان برف بارید. بله امیدوارم که دیگه سرمای تابستان و این برف غیر منتظره کدام آسیب نزده باشد به محصول بسیار خوب و مورد علاقه ما. کچالو را بسیار دوست دارن جناب مرتضوی صاحب، و در آخر برنامه ما شما را میخوایم متعجب هم بسازیم. رسانه ها در نظام پیشین همچنان آنچنان که باید آزاد می بودن نبودن. مثلا ما میشه از یک دوست میاد کنم، شفیق کریمی مشاور مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی بودند، اگر چیزی در فیسبوک خود یا متن یا موضوع نوشته میکردن از طرف مسئولین وزارت تحصیلات عالی تهدید به اخراج میشد و ناگزیر میشد که او متن زودتر حذف کنند. حال چطور است؟ مجریایی که ماسک میپوشن و میان روی صحنه، دیدگاه شما در این مورد چی است؟ به نحو آزادی بیان خفه نمیشه؟ خب در دوره که شما میگین شاید موردی بوده در دوره گذشته رفتار سلیقه‌ای کدام وزیر یا مسئول بوده، ولی در دوره‌ای که من مسئولیت داشتم این شاید در 21 سال یک دوره استثنا بود که افغانستان 4 پله صعود کرد بر اساس گزارشگران بدون مرد. سال 1397 افغانستان برای اولین بار 4 مرحله صعود کرد، ولی بعد از او سقوط کرده. یعنی او افتخار محصول همه کار ما و همکاران ما هست، چون ما همیشه پاسخ میدادیم. ما روزانه به ده ها تلفن خبرنگاران جواب میدادیم، چیزی که در توان ما بود رو برایشان جواب میدادیم. آلی هم به هر حال یک تحول بسیار عظیم در کشور اتفاق افتاده. همه ما و شما خصوصا خبرنگاران، نهادهای خبرنگاری، مدیران رسانه ها، همه باید تلاش کنیم که با مسئولین بخش رسانه امارت اسلامی باید صحبت کنیم. خوشبختانه آقای ذبیح‌الله مجاهد گفتن که قانون رسانه های همگانی مشکل نداره. کمیسیون تخطی رسانه ها رو گفتن فعال میشه، کمیسیون دسترسی به معلومات. ما امیدواریم که اگر ما یک قانون داشته باشیم و خصوصا قانون رسانه های همگانی افغانستان که یک از قوانین بسیار خوب هست، و قانون دسترسی به معلومات افغانستان هم در سطح کشورها یک از قوانین بسیار خوب است. اگر قوانین ملاک عمل قرار بگیره به نظر ما بخش زیاد از مشکلات حل میشه. کوتا میخوایم دوباره سوال خود را تکرار کنم، با پوشیدن ماسک مجریان زن شما موافق هستید یا مخالف؟ من خودم رو تجربه نکردم ببینیم که اگر ماسک بزنیم چی احساس به ما رخ خواهد داد، ولی من انتظار دارم که هیچ مانعی، یعنی هیچ مانعی برای کار خبرنگار که نفع عمده ایش مردم میبره و حکومت، چون خبرنگار پیام مسئولین به مردم انتقال میده و پیام مردم به مسئولین.
نقش واسطه را داره، یک پول است، یک رابط خوب است. بنابراین پول و رابط ما باید تقویت کنیم. چون اصلا نظر ندارید، دیدگاهی ندارید در مورد این که من نظر گفتم، امیدوارم که امیدوارم که کاش یک ماسک بیارین برای مرتضوی صاحب. ماسک ندارید دوستان که یک بار بپوشن؟ نه ندارن دوستان. خیر، در برنامه دیگه باز ما احساسشان هم میخواییم بداریم. از اشخاص از نظام پیشین در رسانه های خارجی و داخلی میاین از طریق اسکایپ زیادتر وقت و میخواین که برف بام خود را بندازن و بام به همسایه و خود را سعی و سلامت بدر بیارن. دیدگاه شما چیست که مشخصا فرد یا نهادی که مسئول بود در قسمت سقوط افغانستان اگر بسیار خلاص بر ما دگیر ما بتنش؟ خب این قضاوت منصفانه نیست که ما تمام بار ملامتی را برای یک نفر بیندازیم، به خاطر که این قضاوت در مورد یک وزارت نیست، یک ریاست نیست، یک اداره کوچک نیست، در مورد یک نظام هست. در بعد داخلیش به نظر من که همه مسئول هستند. بله همه مسئول هستند. مثلا پارلمان افغانستان میتونست یک هفته قبل از سقوط یک نشست فوق‌العاده اضطراری بگیرم و خرد جمعی افغان‌ها را برای یک رای حل به نمایش بگذارم. مثلا رهبران سیاسی ما میتونستن خرد جمعی خود را به نمایش بگذارن که خیلی خوب، اگر همه ولایت‌ها سقوط کرده، ما برای یک انتقال مسالمت‌آمیز چه اقدامی را انجام میدیم. حتی در روز شنبه قبل از سقوط در جلسه ای که همه بزرگان بود، رئیس جمهور وقت گفته بود که یعنی هر تصمیمی را که شما بگیرید ولو منجر به استعفای ما شود ما آماده هستیم. بنابراین او بهترین فرصت بود، از اما فرصت باید رهبران سیاسی ما استفاده میکردن تا حداقل در کابل این پروسه به شکلی که اتفاق افتاد اتفاق نمیافتاد. بنابراین و همین رقم رسانه های ما و همین رقم جامعه مدنی ما و همین رقم همه اقشار ما، بنابراین خصوصا کسایی که در دولت بوده و امروز خود تبرئه میکنه، به نظر ما او اگه خود تبرئه کنه مردم تبرئه نمیکنه، چون نزد مردم به هر حال یک نمره خیلی مثبت را نداره اگرچه هزار بار خودشان تبرئه کنه. بالکل. و یکی از افراد بسیار کلیدی حکومت گذشته جناب محب آمدن بر رسانه ها در یک گفتگوی گفتند که یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان مستقیم نقش داشت در سقوط افغانستان. حال جناب مرتضوی صاحب هم یاد کردن، ما به یاد محب صاحب افتیدم. نه، منظورم است که در یک نظام یک اداره کوچک نیست، یعنی هر مسئول به اندازه مسئولیت خود میتونه که نقش داشته باشد در پیشرفتش و ما رقم که امتیازاتش افتخاراتش به او برمیگردن ناکامی هایش هم قطعا باید یعنی مسئولیتش بپذیره. بلکل ای کاش خبرنگار یا مجری یا گردانده نمی بودم در اینجا که مرتضوی صاحب هم میگفتم میخواستم از پیش بدانم و بفهمم که رئیس صاحب جمهور چندین بار رهبران پیشین گفتن که لطفا استیفا بده، کنار بیا استیفایت امضا کو که یک انتقال بسیار صلح‌آمیز به پیش بره، اما رئیس صاحب جمهور خو آماده نشد. رئیس جمهور از بغ بارها گفت که کلید به کی میداد؟ دامه گرده کجا شدی رئیس صاحب؟ ببخشید شما آزردن نشدم. نما بخشید سر ما بسیار مرا بزرگواریتون عفا کنید. دوستان یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردم. بازم خوش آمدین، در ادامه شام آرزو قرار داریم. مرتضوی صاحب ببخشید، شما غذای دلخواهتان چیست؟ یک کچالو. یک برونی کچالو بسیار مزه‌دار ترکیش رستوران آماده میکنه. چی نظر دارید بعد از برنامه نوشیدن؟ شاید شانس خیلی خوب بوده حتما میشه. یک کچالو به شما میدیم حتما. اولین روز عید را چگونه سپری کردید و آیا بوی عید گذشته را امسال هم میته نمیته؟ وضعیت عیدی را چگونه دریافت کردید؟ خب
مردم افغانستان خوشبختانه دارای یک فرهنگ غنی و خوبی هست و خصوصا مراسم های مذهبی و دینی را به شکل بسیار خوب تجلیل میکنه در تمام نقاط، در قریه ها تازه صمیمیتر و خوبتر، در شهرها هم از نماز عید شروع تا دید و بازدید ها. شاید فقر و مشکلات اقتصادی یک بخش از مشکل زندگی مردم باشد، اما به هر حال خوشی ها در زندگی مردم در عید دیده میشه و همین دید و بازدید ها خودش یک فرصت بسیار خوبیه برای اینکه ما از حال هم دیگه خبر شویم و همین دوستی ها را بتانیم بیشتر مستحکم. بسیار خوب. از دوران کودکی و نوجوانی تان میخوایم بدانم عید را اکثرا در کجا سپری میکردید؟ کابل یا غزنی؟ نه، ما در غزنی ولسوالی جاغوری، ولی ما میرخم که گفتیم نسل ما و شما همه قربانی هستیم. یعنی ما تنها 3 الی 4 سال زندگی ما در جنگ نبوده، باقیش همه در جنگ بوده. به هر حال اگر عیدی هم بوده در حاشیه‌اش یک جنگ بوده، آوارگی بوده. من اولین بار شاید 14 ساله بودم که مهاجر شدیم و او یک تجربه تلخی بود. دیگه بخش از ایدار ما در مهاجرت ترک کردیم، برخش در آوارگی و راه، برخش در جاغوری غزنی، گاهی در کابل. به هر حال هر عید یک خاطره خود داره، یک تجربه خود داره. بسیار خوب. بهترین ایدی که شما به شخص دادید چی بوده و ایدی که دوباره گرفتید چی بوده از دورانهای مختلف زندگیتان؟ خب در دوره کودکی خصوصا در قریه ها پدر کلانا، پدر، مادر، سایر اعضای فامیل به هر حال به افرادی که در سنین خرد هستن هدیه میدیم و این به هر حال بدل شده به یک سنت خوب و ما هم سعی کردیم که امیر دوامدار ادامه بدیم. خواه فرد استید که پول دوست یا نه؟ گاهی وقت هم پول مصرف میکنید؟ خب پول برای میست که در زندگی رفاه باشد، آسایش باشد، بله دیگه هرچی بیشتر بهتر. از دوران که شما نامزد بودید میخوایم بدانم که ایدی میبردید خانه خانمتان و اگر میبردید بیشتر چی روان میکردید و چقدر مصرفش میشد؟ یادتان است؟ خب ما لباس های خامکدوزی جاغوری بسیار زیبا و قشنگ است. بله. نسبت به لباس هایی که در شهر هاست ارزانتر هم هست، اما قشنگتر و رنگ‌های بله دستوزی است، رنگ‌های بسیار خوب خوبش. دیگه عمدتاً خوبترین هدیه ما همونا بود. هید گشته که دوست دارید یا نه ای که میزبان باشید و همیشه دوستان تان بیای نزد شما؟ من احساس میکنم که قدر دوست ندارید بیرو برید و هید گشته برید و خانه خیش قوم و قارن. نه، یکان وقت یکان غذاهای تحمیلی، همین که میگه جنگ تحمیلی، نه یکان غذاهای تحمیلی خوب است که به بهانه اید خانه یکان دوستا برویم و با ما فرصت هم اید باشد و هم همراهشان باز همو شوربا باشد یا کچالو باشد. کچالو؟ بله کچالو. بهترین غذای مکمل. دیگه اید به نظر ما یک فرصت استثنایی است. فرصت استثنایی. مطمئنا مندوی کابل در 10 ماه یک بار دوبار خود رفتید، چونال دیگه نمیتونید از سوپرمارکت های مفشن سودا خریداری کنید. من مطمئن هستم چون گفتید که پول کم دارید نزدان. قیمتترین میوه اید رک خریدید و ارزانترین میوه اید رک خریدید چی مقدار بود پولش؟ در خانه ما حاکم ها همه خانم هاست، یعنی کل مسئولیت مدیریت و خریداری به دوشی اوناست. و کاش از شان پرسان میکردیم که چند خیلی خب به هر حال چی هستن؟ فعلا گرانی هست متاسفانه و ما امیدواریم که یعنی شرایط بگونه شود که توان خرید برای همه هموطنهای ما راحت و آسان باشد. بخیر باشید. من چند قطع عکس دارم جناب مرتضوی سر این ورقای ما بمانم. او عکس ناب دیدید دوستا شما؟ نمیخواستم یک سبینه. خب چند قطع عکس دارم. اولین عکس از محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان.
بله. خب آقای غنی در مورد شاه امان الله خان میگفت که فصل ناتمام تاریخ، ولی خودش هم جزی همان شد، فصل ناتمام تاریخ. ای کاش تمام میکردین آقای غنی. خودتان هم هر گفتنی که دارید هموطنا میتونید گپایتان را بگید. مهم نیست که پشت صفای تلویزیون نشستید، هر چیزی که دوست دارید، دوست دارید غنی بابا بگید، دوست دارید هر چی دوست دارید بگید. به به، چی یک عکس قشنگ است. دیدگاه مرتضی صاحب در مورد این عکس؟ آقای حقانی از دید ما نسبت به آینده افغانستان متفاوت نگاه میکنه و یک سیاست مدار اهل تعامل و همپذیری است. تشکر جناب مرتضی صاحب. فیض محمد کاتب، یک روایتگر صادق و منصف در تاریخ افغانستان. شاه امان الله خان، هم منادی استقلال و هم سردار استقلال و هم پایه‌گذار تجدد و نوآوری در تاریخ افغانستان، اما قطار سیاستی را که به حرکت آورده بود به ایستادگاه آخر نرسید. ای کاش می رسید. چقدر ای کاش داریم دوستا، در هر حرف و هر جمله خود ای کاش داریم. آرزوهای زیاد است. شما چطور است؟ اندازه شما نیست، کم تر است. یک عکس از آقای ملا برادر و آقای خلیلزاد با امضای موافقتنامه دوحه از زوال جمهوریت آغاز شد. تشکر جناب مرتضوی صاحب، بخیر باشه. چند سوال بسیار کوتاه دارم و خواهشن کوتاه پس دوباره پاسخ بدید. اگر در بعض موارد خواستید یک جزئیات هم میتونید. روزنامه نگاری تجربه خوب بود یا کار در دولت، بخصوص دولت هم همراه جناب محمد اشرف غنی؟ خب کار با حکومت و روزنامه‌نگاری حالت همی بازی میدان فوتبال داره. در روزنامه‌نگاری شما حمله میکنین، در حکومت دفاع میکنین. دیگه حمله کردن به نظر ما کار راحت‌تر، دفاع کردن کار سخت است. با شما برعکس، در دفاع بسیار شخص برجسته بودید و برجسته هستید. برم دفاع جانانه، فوتبال میگنه دفاع جانانه. شما از افراد هستید که دفاع جانانه را خوب بلد بودید. یک سال کمیل ازه در ذهنم خطور کرد، گاهی وقت از اون دفاع هایتان پشیمان نیستید؟ در بعض از موارد. ببینید این کار ما در حکومت یا در روزنامه نگاری یا ماندن ما فعلا همش به خاطر وطن و مردم بوده. بنابراین ما برای وطن خود هر کار را انجام بدیم مایه پشیمونی نداره، ولی ما با استفاده از همین تریبیون میخواییم که اگر کسی در جریان کار حکومت از زبان ما، از قلم ما، از صحبت ما آزرده خاطر شده، او را ما امیالم صمیمانه از هموطنان از معذرت میخواییم. بخیر باشید. بیشترین ناراحتی تان پس از سقوط کابل چی بود؟ خب یک تحولات مهم آمد که شاید شما زیاد از هموطنان ما متاثر شدن زندگیش، یعنی برخی مهاجرت کردن، مشکلات های اقتصادی آمد، اما من فکر میکنم برای خودم ای که یک از دخترانم نمیتونه مکتب بره و ای که صدها هزار دختر هموطن و خواهر ما نمیتونه مکتب بره، حداقل مرا بسیار متاثر کرده و ما امیدواریم که دروازه های مکاتب برای همه هموطنان باز باشد، چون افغانستان تنها از مسیر آموزش و معارف است که به توسعه و آبادانی و صلح میرسه. وقت حرف از مهاجرت زده میشه، وقت
قصه از رفتن میشه گلون رو بغض میکنه و میگم ای کاش افغانستان ما یک بار دیگه به صلح دست پیدا کنه، یک بار دیگه همه ی کنار هم بیایه و یک جا زندگی کنن و هیچ هموطن هم در هیچ کشور دنیا مهاجر نباشه. شما مدت مشاور ارشد فرهنگی بودید، به خاطر رشد فرهنگ حال اگر یک مشوری بسیار کوتاه بده چی خواهد بود؟ خب در اون دوره خوشبختانه شورای عالی فرهنگی ایجاد شده بود و ما امیدواریم که شورا دوباره احیا شود، چون تمام نهادهای مرتبط در حوزه فرهنگ زیر چتر و شورا جمع شده بود و حال هم ما چون سالها جنگ به زیر ساختهای فرهنگی ما، میراثهای تاریخی ما آسیب زده و ما امیدوار هستیم که در این فصل ما بتانیم در بخش حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات و خصوصا میراثهای تاریخی افغانستان که بسیار میراثهای ارزشمند است کار و توجه بیشتر شود. در زمان جمهوریت فساد اداری در ادارات دولتی وجود داشت؟ بله، متاسفانه فساد بود و این بدل به فرهنگ شده بود. بدل به فرهنگ به چی معنی؟ به این معنی که اگر یک جوان تحصیل یافته ما به یک اداره مصروف کار میشد و بعد از چند ماه او صاحب موتر و یک آپارتمان و خانه و یا سفرهای به کشورهای خارج نمیشد، باز از طرف فامیلش ملامت میشد که این فلانی ها رو ببین، شما رو ببین. به او خاطر مبارزه با این پدیده بسیار سخت شده بود، چون بسیار ریشه های عمیق دوانده بود و با اینکه اداره های مختلف هم شکل گرفت در بخش مبارزه اما موفق نشدیم متاسفانه و اعتبار افغانستان در نزد نهادهای بین المللی و در نزد جهان بسیار آسیب دید. امکانات دولتی هنوز هم نزد شما است، هنوز هم زندگی مرفه اوی سی سرد و به اصطلاح هم کشفش وجود داره؟ خب ما امیدوارم که مسئولین اداره امور یا اداره مبارزه با فساد اگر فعال باش فعلا اما فرمه های دارایی مقامات در اختیار شما بگذاره یا کدوم گزارش تحقیقی کار کنین. زندگی ما مثل یک روزنامه‌نگار، مثل یک معلم، مثل همه هموطنان دیگه ما بود چه در دورانی که ما مسئولیت داشتم. بله در زمانی که ما در حکومت بودم موتر دولتی داشتم ولی ما دقیقا فردای پس سقوط موتر خود تسلیم کردم. بله و رسید دریافت کردم. ما هیچ گونه امکانات دولتی فعلا استفاده نمی‌کنم. بخیر باشه. تشکر جناب مرتضوی صاحب، یک افتخار بزرگ را بخشیدید به ما و جمع از همکاران ما و مخاطبین ما که در برنامه ما آمدید. خیلی لطف کردید. من خیلی آرزو داشتم شما را از نزدیک ببینم و پس از سقوط یک برنامه اختصاصی و ویژه هم را شما داشته باشم. ما در آخر برنامه یک تحفه داریم به شما. بسیار تشکر. من اول از زمین ابتکار خود شما تشکر می‌کنم که پس از سقوط شما را زیاد مقامات حکومت سرپرست در برنامه دعوت کردین و خودش یک نوآوری بود که بر حال با مردم صحبت کنه. در این حال یکی رسانه ها ماندن به حیث صدای مردمی خودش یک نقطه قوت و امیدواری برای حداقل برای خود ما بود، چون هم مسلک شما هستم و ما امیدواریم که همه بتوانیم یعنی رسانه ها را به حیث صدای مردم زنده و قوی نگه داریم و رسانه ما بعد از 21 سال بتانه مسلکی شود و کم حمایت حکومت داشته باشد و هم اعتماد مردم. بالکل. و یک موضوع بسیار کوتاه اشاره میکنم. بعض دوستا ما یاد کردم گفتم ما از افغانستان به هیچ گاهی نمیرم، ما میخوایم در داخل افغانستان باشم، در کنار مردم باشم. در کامنت ها نوشته کردند که اگر قرار باشه که بر تمی لحظه ویزه بیای، اگر قرار باشه در 5 دقیقه بیری، در 2 دقیقه میری، او بیادر نمیرم، با والله نمیرم، اینمی وطنم هست، اینمی جا هستم، اینمی مردم هست، در کنار مردم هم. اگر کدام خطم میخواید بیایی که برتان بتم، تا زنده هستم انشالله در خدمت مردم خواد بودم. یک توفه داریم برتان جناب مرتضوی صاحب. بسیار عفو میخوایم از گرانگ ایرا پخته میکه دیال ماده کجا پخته ایرا بخاطر یکی قیمت شده. بله. جناب مرتضوی صاحب درست کچالو یکی گفتین که بامیان برف زده. بله. و اونجا نیست با تشکر
همه ما امیدوارم که کچالوی ما، زغال ما به جای دیگه صادر نشه و پیاز ما و میوه ما و مورد استفاده مردم افغانستان باشه. با تشکر از شما. زنده باد کچالو. زنده باد کچالو. تشکر. خدا نگهدارتان عزیزان. بخیر باشه.